خط خبرها. جشن جهانی نوروز با مراسم رسمی در بلخ. اینجا فضا بیشتر چاشنی سیاسی داشت تا فرهنگی و تاریخی. در ایستای استفای خودم بعداً در این روزهای نزدیک و در این روزها تصمیم خواهم گرفت. باز شدن مرز پس از نزدیک به یک ماه. از تورخم تنها کسانی می توانند رفت و آمد کنند که گذرنامه معتبر دارند. در ناروغان و در علیق پموخه لزگون امبولانسون سیمی تسته بولیم. نشست بعدی مسکو برای گفتگوهای صلح افغانستان چهره دیگر خواهد داشت. روسیه از امریکا دعوت کرده، آن سوتر هم طالبان آماده شرکت کردند. سلام و وقتتان بخیر. به خبر 5:31 خوش آمدید. من درخشان صدیقی هستم. عطا محمد نور والی بلخ از مقامش کنار می رود. آقای نور تأکید دارد کنارگیریش از مقام ولایت بلخ مشروط به امضا و تطبیق توافقنامه جمعیت اسلامی افغانستان و حکومت خواهد بود. همزمان با این سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم جندبالا در شهر مزار شریف از تغییرات در کابینه، کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون اصلاحات اداری در روزهای نزدیک سخن می زند. بشیر احمد قاسانی به این موضوع پرداخته. بلخ، زادگاه نوروز. جشن نوروز در شهر مزار شریف به گونه ویژه و با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. حتی محمد نور والی بلخ که به تازگی دوباره به این سمت گماشته شده از تقرار مجددش از رئیس جمهور سپاسگزاری کرد، اما از کنارگیریش در روزهای آینده به هدف اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سخن زد. کنارگیری که مشروط است به عملی شدن توافقنامه جمعیت اسلامی با ارک. در ایستای استعفای خودم بعداً در این روزهای نزدیک و در این روزها تصمیم خواهم گرفت. ما انتظار تطبیق کامل مذاکرات که با جلال ما رئیس جمهور سر گرفته است و تعهد که داشتند داریم. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم در پیام نوروزیش در بلخ پیام سیاسی داشت. وی تاکید کرد که کابینه حکومت وحدت ملی بازسازی می شود و برخی از چهره های جدید و مسلکی به کابینه در روزهای نزدیک را پیدا خواهند کرد. در روزهای نزدیک آینده کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز ترمیم خواهد شد و افراد مسلکی دیگری در تعدادی از وزارتخانه ها گماشته خواهند شد. آقای دانش تأکید کرد که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی نهایی شده و تدابیر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز روی دست است. و همچنان از توزیع شناسنامه های برقی در ماه های آینده سخن زد. روند حقوقی و قانونی توزیع تذکره الکترونیکی نیز تکمیل شد و همکنون برای اجرای این برنامه مهم ملی کشور آمادگی گرفته می شود. و در طی ماه‌های آینده توزیع سرتاسری تذکره الکترونیکی آغاز خواهد شد. جنده منصوب به حضرت علی نیز در پایان مراسم جشن نوروز در مواطع روضه برافراشته شد. در این جشن بسیاری از دیپلمات‌های کشورهای خارجی و والی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان نیز در کنار مردم اشتراک داشتند. هرچند بزرگداشت از نوروز یک جشن فرهنگی است، اما در این مراسم سخنرانها بیشتر به مسائل سیاسی و پیام‌های سیاسی پرداختند. باشنده های کشور به ویژه کابلیان نوروز را امروز در فضای بارانی جشن گرفتند. با اینکه هوا نسبتاً سرد و بارانی بود، اما بسیاری کابلیان به جاده ها، پارک ها و تفریگاه ها رفته بودند و نوروز را جشن گرفتند. عماد روستایی که سر زده به شهر میگوید باشنده های کشور بیشتر خواهان صلح و امنیت در کشورند. زیارتگاه کارت سخی کابل است، جایی که همه ساله در نخستین ساعات روز نوروز جهنده سخی با حضور صدها تن از شهروندان کابل برافراشته می شود.
زنان، کودکان و مردان از بخش‌های دور شهر برای دیدن صحنه جهنده بالا آمدند تا گواه لحظه‌ای باشند که تنها سال یک بار انجام می‌شود. در دهم محرم الحرام 1395 حمله مرگبار بر زیارتگاه سخی سبب کشته شدن ده‌ها تن شد و حالا هم در مراسم جشن نوروز شمار اندکی از باشندگان کابل در مراسم جهنده بالا به کارت سخی آمدند. این از کمپنی آمدیم این است، قلعه در خان. ما به خاطر سال نو آمدیم، به خاطر جشن آمدیم، به خاطر همین جهنده سخی آمدیم. جشن نوروز خوب دار شد، خوب برگزار شد و تامین امنیت بسیار خوب بود. این مراسم با تدابیر شدید امنیتی همراه بود. صدها تن از نیروهای امنیتی آماده باش مسئولیت تامین امنیت این محل را به دوش دارند تا مبادا یک بار دیگر رویداد روز دهم محرم در این زیارتگاه تکرار شود. پلان تدابیر امنیتی اتخاذ شده. شما شاید صحنه هستین، میبینین که در هر گوشه و کنار کارت سخی از تمام پرسنل قماندانی زون 101 و پرسنل قماندانی گارنیزون فعلا در وظیفه است. دورتر از این تفریگاه قرغه، بارش باران و چالش های امنیتی هیچ مانعی آمدنشان به اینجا نشده است. کابلیان خسته از جنگ در هوای سرد و بارانی در کنار خانواده هایشان اینجا آمدند تا نوروز را گرامی بدارند. امروز به خاطر ازی آمدیم از اون منطقه و ولایت خود، به خاطر همین که ساعت ما تر شد، به خاطر میله گرفتیم، به خاطر بهار، به خاطر که روز اول بهار است و به خاطر که سال 1396 به خوشی سپری کنیم. با گذشت هر لحظه به شمارشان افزود می شود. جوانان در اینجا با هم به گشت و گذار می پردازند و نیز با سرگرمی های گوناگون می کوشند تا به خستگی های یک سالشان پایان دهند. شهروندان کابل به گونه متفاوت از اول بهار تجلیل کردند. یکگونه خواست شهروندان کشور این است که بتوانند امسال به دور از کشتار، به دور از انفجار و انتحار سپری کنند. ما از دولت همین خواهش داریم که همین زمینه امنیت برای ما مساعد کنه و ما بتانیم با سال آرامش در کشور خود هر نوع محفل را تجلیل نمایم. سال باشه، امنیت باشه، امنیت خوب است. در قدم اول امنیت باشه، امنیت بود کلی که درس میره، در کار میره. که امنیت نبود هیچ چیزی نیست. که امنیت دست اینجا آمدیم، که امنیت نباشه چی میکنیم؟ جشن نوروز همه ساله در مرکز و بسیاری از ولایات به گونه متفاوت بزرگ داشت می شود. جشن عنعنوی که بسیاری ها به دیار مولا علی می روند و در جهنده بالای روضه مبارک اشتراک می کنند. مردم افغانستان که سالهاست به دلیل جنگ روز خوش ندارند، نوروز می تواند بهانه‌ای باشد برای همگرایی و ابراز خوشی هایشان. گزارش از عماد روستایی بود که با هم دیدیم. در این حال رئیس جمهور غنی تاکید دارد که مردم و دولت افغانستان می توانند در سال روان خورشیدی نقشه های شوم دشمنان افغانستان را نقش براب کنند و به صلح، ترقی و امنیت دست یابند. او می گوید اراده مردم افغانستان در برابر جنایت و وحشیگری تضعیف نخواهد شد. همزمان حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی هشدار می دهد که نظامیان کشور لانه های دشمنان افغانستان را در سال پیشرو مورد حمله قرار داده و نابود خواهند کرد. سجاد محمدی گزارش می‌دهد. پایان یک سال سخت و دشوار برای مردم افغانستان و اما آغاز یک سال دیگر همراه با بیم و امید. آیا سال 1396 متفاوت‌تر از سال پار خواهد بود؟ ما نیز به تحولات سمرخیز آغوش باز کنیم. رئیس جمهور غنی در کنار بانوی نخست در پیام سال نو را به شهروندان کشور تبریک گفته است. رئیس جمهور میگوید مردم و دولت افغانستان میتوانند سال 1396 را به یک سال متفاوت تبدیل کنند، سال نابودی برنامه های دشمنان. ما میتوانیم تصمیم بگیریم تا سال نو را به سال متفاوت تبدیل کنیم، سالی که در آن نقشه های شوم دشمنان این کشور نقش براب شود و آرزوهای مردم ما برای پیشرفت، ترقی و امنیت دست یافتنی گردد. ما می توانیم جلوی تلاش هایی را بگیریم که یأس و دلسردی می پراگند.
با باور رئیس جمهور این کار تنها با همصدایی و هماهنگی میان مردم و دولت صورت گرفته میتواند. ما باید از مسجد و مکتب، از رادیو و تلویزیون، از روزنامه و جریده و از تریبیون های سیاسی و فرهنگی یک صدا این پیام را بدهیم که اراده این ملت در برابر جنایت و وحشیگری سست نمی شود و کسانی که می خواهند اراده و عزم مردم ما را بازمون بگیرند سرانجام جز سرشکستگی نخواهند داشت. رئیس جمهور پیشین هم در پیام به مناسبت نوروز گفتنی های دارد. خداوند متعال سال نو را برای همه ما سال صلح، امن و رفاه بسازد. خدای جبکری چه نوی کال افغانستان تا نسول ارمغان ببرخه که امن ببرخه که او خدای تعالی در افغانستان اولس دغم او درد وسطی. در این میان مشاور شورای امنیت ملی پیام سخت‌تر به هراس افغانان دارد. حنیف اطمر هشدار می‌دهد که در سال پیشرو نظامیان کشور لانه‌های هراس افغانان را مورد حمله قرار داده و نابود خواهند کرد و نیز اگر طالبان به روند صلح نپیوندند با برخورد قاطع نیروهای مسلح کشور روبرو خواهند شد. همزمان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در پیام به مناسبت نوروز 1396 را سال بدون جنگ و برقراری صلح برای افغانها آرزو کرده است. با این وجود باورها بر این هستند که سال پیش رو در صورت آنچنان که رئیس جمهور میگوید برنامه تخریب کارانه دشمنان افغانستان نقش براب خواهد شد که رهبران دولت اختلافات درونیشان را کنار بگذارند و صادقانه و به گونه جدی بر رفاه و امنیت مردم بکوشند. مرز تورخم پس از تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان ساعت 7 صبح امروز باز شد. مقام‌های محلی در ننگرهار می‌گویند دروازه تورخم برای افراد باز شده است که گذرنامه قانونی برای رفت و آمد به آن کشور دارند. سخنگوی والی ننگرهار می‌گوید ترتیبات ویژه برای مسافرانی که پاکستان می‌آیند گرفته شده و نیز آمبولانس‌ها برای انتقال بیماران به دروازه تورخم فرستاده شده است. دربی که به ابزار برای اعمال سیاست های پاکستان در برابر افغانستان بدل شده است. هر از گاهی که تنش میان افغانستان و پاکستان بالا می گیرد، این درب بر روی مسافران و حتی بیماران بسته می شود. این بار هم در پی حملات انتحاری در پاکستان و متهم شدن افغانستان در این حملات، پاکستان در دروازه تورخم را بست، اقدامی که نزدیک به یک ماه را در بر گرفت. اما نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز گذشته دستور داد که دروازه تورخم بر روی مسافران دوباره باز گردد. دغه خوشاله چې دا کرخه دا دروازه لشو اخوات زمون ورونه دي زمون وجود دي زمون قوم دي دسو بو پټان دی لولې نشي تورخم لار جبند و د دې تلفه توانونه د دوړ ملکونو د بارو دا کدل تا عوام هم بیکار شوی ډور اکثر خلق کیلے مالٹی دا شان دریڑو والا تقریبا د سیزر یو نیم زر کسان دا ټول بیکار شو. سخنگوی والی ننگرهار میگوید همه آمادگی ها برای انتقال مسافران و به ویژه بیمارداران گرفته شده است. با گفته او تنها کسانی می توانند حال از دروازه تورخم رفت و آمد کنند که گذرنامه قانونی هر دو کشور را داشته باشند. ترانسپورت مسئولین چې هغوی هم له ځان سره قانوني اسناد ولري د دوی پر مخ پرانستل شوي دی او تګ راتګ کولی شي. په تورخم ښارګوټي کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي په موخه ځینې تشویشونه و موږ کلکه پلټنې پیل کړې دي. د دې تر څنګ مو د ناروغانو د رالیږ په موخه لسګونه امبولانسونه سیمې ته استولي. همداراز د مسافرونو د راوړلو په موخه مو ترانسپورټ ادارې ته دنده ورکړې تر څو په ښه توګه مسافرونه انتقال کړي. تر اوسه پورې کومه ستونزه نشته، هر ډول سهولتونه برابر. هرچند پاکستان به دلیل فشارهای اقتصادی به حکومت افغانستان این درب را بسته، اما در مدت دست کم یک ماه از بسته بودن تورخم تغییرات آنچنانی در بهای مواد اولیه در بازارهای افغانستان به وجود نیامد، زیرا حکومت افغانستان راههای بدیل واردات کالاهای بازرگانی را از پیش فراهم کرده بود. در حال حاضر افغانستان بیشترین مواد خوراکی مورد نیازش را از کشورهای آسیای میانه وارد می کند.
سلام مجدد به ادامه مهمترین ها خوش آمدید. روسیه به گونه رسمی از امریکا دعوت کرده در نشست بعدی مسکو که درباره چگونگی گفتگوهای صلح در افغانستان برگزار می شود شرکت کند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته دعوتنامه رسمی به امریکا فرستاده شده است. در این حال حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی می گوید افغانستان جای تقابل کشورها نیست و از امریکا و روسیه می خواهد که در گفتگوهای صلح افغانستان با هم همکاری نمایند. در این حال دفتر قطر طالبان گفته است که اگر از این گروه در نشست مسکو دعوت شود در آن شرکت خواهد کرد. شکلگیری محوریت تازه اما به رهبری روسیه درباره چگونگی گفتگوهای صلح در افغانستان. روسیه آستین برزده تا این بار بختش را در زورآزمایی گفتگوهای صلح آزمایش نماید. در تازه ترین مورد نماینده ویژه روسیه برای افغانستان به گونه رسمی از امریکا دعوت کرده که در نشست بعدی مسکو که درباره چگونگی گفتگوهای صلح افغانستان برگزار می شود شرکت کند. کابلوف گفته این نشست به تاریخ 14 اپریل در مسکو برگزار می شود و دعوت رسمی به امتای امریکاییش فرستاده شده است، اما تاکید کرده که طالبان در این نشست دعوت نخواهند شد. در این نشست افغانستان، پاکستان، روسیه، چین، ایران، امریکا، ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان و برخی کشورهای آسیای مرکزی دعوت شدند. در ماه فوریه یک نشست مشورتی با چندین کشور منطقه درباره افغانستان داشتیم و در حال حاضر در 14 اپریل این نشست را گسترش داده و از نمایندگان 5 کشور آسیای مرکزی و ایالات متحده امریکا دعوت کردیم تا در این نشست شرکت نمایند. در همین حال انیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی در گفتگو با یک رسانه روسی میگوید افغانستان جای تقابل کشورها نیست و از واشنگتن و مسکو خواسته که درباره چگونگی گفتگوهای صلح در افغانستان با هم همکاری نمایند. ما امیدواریم که افغانستان بستر مناسب برای همکاری روسیه و امریکا و دیگر بازیگران مهم جهانی باشد، به خاطر که همه طرف‌های جهانی در افغانستان خواستار موفقیت در امر مبارزه با رصف‌گنی و تولید و قاچاق مواد مخدر هستند و می‌خواهیم که زمینه صلح در این کشور فراهم شود. بنابراین افغانستان جای تقابل کشورها نه، بل بستر همکاری است. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که مسکو به حمایت از صلح افغانستان و مبارزه با هراس‌افغانی در افغانستان ادامه خواهد داد. حال باید منتظر ماند که این بار کشمکش های صلح به کجا خواهد کشید و آیا نقش مسکو در مسائل افغانستان می تواند به جنگ چندین ساله در این کشور پایان دهد؟ از آغاز سال میلادی تا کنون نزدیک به 40,000 نفر در افغانستان بیجا شدند. سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارشش اعلام کرده است که درگیری و خشونت عامل اصلی بیجا شدن این شمار شهروندان افغانستان در 3 ماه پسین بوده است. این نهاد جهانی هشدار می دهد در فصل جنگی پیشرو نبردها در افغانستان گسترش خواهد یافت. با این ترتیب سرویس خبری امشب هم به پایان رسید. ممنون که یک رو همراه هستید.